أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا وولي أمرنا، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، حجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا فدا. عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان. از تمام این لحظات استفاده کنیم برای فرج حضرت و عرض تسلیت به اون حضرت. دعا کن. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن شاء الله هر چه زودتر دیدگان ناقابل و بیرمق ما به جمال دلربای یوسف زهرا مهدی قرآن حجة ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا روشن و منور گردد. عرض تسلیت به آن امام، تعجیل در فرجشون، صلوات ختم کنید. این آیه شریفه در شبهای گذشته تلاوت شد، مضمون و مفهوم اون در بین صحبت‌ها مطرح شد. اجمالاً این که اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمتش، اکثر شما تابع شیطان می‌شدید. با توجه به اون روایاتی که از نبی مکرم اسلام نقل شد و محضر شریف شما تقدیم شد، اهمیت مسئله ناجی مهم از اون همه وسوسه ها و دسیسه ها معلوم میشه. ناجی مهم حب. این محبت انسان رو کم کم میکشه به سوی فضل و رحمت خدا، بنده را مشمول رحمت خدا میکنه. راستی اگر من بودم و بدون محبت، اگر از من محبت اون انوار مقدسه منها بشه، آقا چه چیزی برای ما باقی میمونه؟ چه چیزی هست که انسان به امید او منتظر فضل خدا و رحمت خدا باشه؟ امشب در این بحث دقت کنید. میدونید همه التفات و توجه داریم،
اما این دانشگاه سید الشهدا علیه السلام، این جلسات برای تذکره. من گوینده، شمای عزیزان از این احادیث و روایات درس بگیریم. در روایتی که دیشب تقدیم شد معلوم شد اونی که انسان رو نجات میده معنا بودن است، با اهل بیت بودن است. هر کسی محبت اهل بیت رو داشته باشه دنیا کمکش میکنن، قبر و قیامت دستش رو میگیرن. معناش این نیست که بی حساب فقط به محبت کمکش میکنن، معناش اینه که تو دنیا سعادتمندش میکنن، راه درست رو نشونش میدن، نمیگذارن زمین بخوره. و اگر هم لغزش هایی در مسیر زندگی پیدا کرد و خدایی نکرده چند باری زمین خورد، اونجا این محبت مکمل می شود، شفاعت دستشو می گیره، سعادتمندش می کنه در آخرت. آقا محبت جاش کجاست؟ تو دله. وسوسه جاش کجاست؟ تو دله. ممکنه این وسوسه وسیلش چشم باشه اما جاش دله. بازم یادآوری میکنم، دل نه این قسمتی که خون توش گردش میکنه پمپاژ میکنه، دل یعنی همون جایگاه فکر، همون جایگاهی که انسان گاهی اوقات از اونجا خبرای خوش بهش میرسه، گاهی اوقات خبرای ناخوش. همون جایگاهی که یه وقت بهش میگه پاشو نماز اول وقت بخون، یه وقتی هم بهش میگه نه هنوز بخواب وقته. هم وسوسه ها اونجا اثر میکنه، لذا آدم میخواد دستش به طرف گناه نره میکشدش، میخواد این پاش به سمت گناه نره میکشدش. فرمانده درونی او جایگاه هر دوتاست. از نظر فکری و اعتقادی بعضی ها گرفتار تزلزل میشن، بعضی هم از طریق عمل. دعای ماه شعبان، مناجات صلوات شعبانیه یه جمله خیلی زیبا داره. آیا این محبت کی نجاتگر انسان میشه؟ در روایتی علی علیه السلام فرمودن امت پیغمبر حضرت موسی بعدش 71 فرقه شدن، یکیشون اهل نجات شدن و اون تابعین یوشع ابن نون بودن، بقیه اهل زلالت و گمراهی. امت پیغمبر عیسی علیه السلام 72 فرقه شدن، یکیشون اهل نجات و اون تابعین شمعون نبی، بقیه همه گمراه شدن. امت پیغمبر خاتم رسول الله 73 فرقه میشن، یکیشون اهل نجات، 72 فرقه شون نه. شاهدم اینه و پیداست اون تابعین کدوم امام هستن. بعد حضرت دست رو سینه گذاشتن فرمودن از این ادعی که اهل زلالت و گمراهی هستن، اینایی که اهل نجات نیستن، حالا در شک از من 12 یا 16 گروه اونها ادعای محبت من رو میکنن. پس حب تنها هم نجاتگر نشد. چیشی باید کنارش باشه؟ صلوات شعبانیه رو ببینید. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق. اگر میخواید محبت شما رو سعادتمند کنه، لازمش اینه مطیع محض باشید. این اطاعت بیچون و چرا از امام معصوم، اطاعت بیچون و چرا از خدا، از پیغمبر و از امام معصوم. هیچی انسان نگه، از خودش نظر نده. وقتی من میدونم امام عقل محض است، امام وحی مطلق است، هر آنچه به ما میگه قطعا سعادت ماست، بلو عقل من درکش نکنه. گفت یا ابن رسول الله، اومدم یه سوال بپرسم، اگر زنی جنایتی مرتکب بشه بخوان قصاص بکنن، در مقابلش بخوان دیه ازش بگیرن، چی کار باید بکنن در مقابل یک انگشت؟ گفت 10 شتر. فرمود 10 شتر. اگر 2 انگشت قطع کرده باشه، فرمودن 20 شتر. اگر 3 انگشت قطع شده باشه از زنی، چجوری جبرانش کنن؟ حضرت فرمود 30 شتر. گفت یا ابن رسول الله، اگر 4 انگشت زنی رو بریده باشه چقدر این جنایتکار باید دیه بده اگر نوبت به دیه رسید؟ حضرت فرمود 20 شتر. داد کشید، گفت آقا این خبر رو در عراق ما میشنیدیم، میگفتیم این راویش فلانه بیساره، شما هم که دارید همینو میفرمایید.
یه انگوش 10 شتر، دو انگوش 20 شتر، 20 شتر، 3 تا 30 شتر، 4 تا 20 شتر. خب اینو عقل درکش نمیکنه در میزان دیه که قیمت شتر هست. حضرت بهش فرمودن چون دیه مرد، دیه زن وقتی به حد نیمه مرد رسید کامل شد، برمیگرده نصف میشه، 40 تا مال مرده، وقتی قرار 4 تا بشه 40 تا، برمیگرده نصف میشه 20 تا از نیمه دیه مرد، بیشتر نشه. حالا اینا رو با قیاس، اونایی که مخالفین ما هستن در خونه علی رو بستن، وقتی تو خیلی از مسائل موندن مجبور شدن مقایسه کنن، مجبور شدن استحسان کنن، عالمشون بشینه ببینه از چی خوشش میاد. همونطوری که خلیفه دومشون اومد نگاه کرد، دید تو شبای ماه رمضان دارن نماز میخونن، نماز مستحبی شبا رو، یکی تو رکوعه، یکی تو سجوده، یکی تو قیامه، حالتهای مختلف، مسجد بی نصب شده. گویی چه وضع نماز خوندنه؟ گفتن پیغمبر فرموده. خب پیغمبر فرموده باشه جماعت بخونید. گفتن آخه جماعت نماز مستحبی. گفت من بهتون میگم، چش شما خلیفه رسول الله، چش نماز جماعت خوندن. فرد شب اومد رد شد، دید نماز تراویح چقدر قشنگ، همه با هم رکوع میکنن، همه با هم سجود میکنن. گفت عجب بدعت خوبی گذاشتن. آخه هر چیزی را که قرار شد عقل ببینه و بپسنده نمیشه به خدا نسبت داد. احکام خدا رو موازی نیست که بعضی هاشو عقل تو نگاه اول درک نمیکنه. نمیگیم برخلاف عقل ها، بعدن متوجه میشه، فلسفه شو نمیدونه. شیخ طوسی کتاب داره به نام علل و شرایع. در این کتاب علت و فلسفه بعضی احکام بیان شده، شیخ صدوق. ولی علمای ما فرمودن اینا علت نیست، حکمته. یعنی چی؟ یعنی مثلا قدیمی ها میگفتن خب کسی میخواد دستشویی بره اول با پای چپ بره، مسجد میخواد بره اول با پای راست بره. علم ثابت کرد سنگینی بدن سمت راسته، برای اینکه لحظه افتادنش یه جایی نباشه که شرمنده بشه اگر اون لحظه عجلش فرا رسید. اینا میگن حکمت، نمیگن علت که فرده کسی بیاد بگه نخیر این اشتباه، علم اشتباه کرده، سنگینی سمت راست نیست سمت چپه. ما درک نمیکنیم علت احکام را. بعضیاشو میفهمیم، عمدهشو نمیدونیم. اونایی هم که بیان شده برای ما اکثرا حکمته. مجبور شدن برن سراغ استحسان و وجوهات دیگه از ادله که متاسفانه یه دین عجیبی درست کرده. خیلی اگر کسی فروعاتش رو مطالعه کنه بعید نیست اگر دنیا از این اسلام متنفر بشن و نزدیک به این اسلام نیان. علی حال المتقدم لهم مارق، کسی که یک قدم از ائمه پیش بگذاره مارق. مارقین کیان؟ او کسایی که از علی علیه السلام خودشون رو عابدتر و زاهدتر و فهمیدتر میدونستن. گفتن علی علیه السلام اشتباه کرده، بابا خود شما علی رو در این مخمسه انداختید، خود شما اومدید این مسئله رو قبول کردید و گفتید راضی هستیم به این که این دو نفر برن با هم دیگه صحبت کنن هرچی بگن. خودشون علی علیه السلام رو گرفتار کردن، بعد اینا از خود بهترون، از همه بهترون، امیر المؤمنین رو متهم کردن و جدا شدن. بنابراین یه وقتایی من از بعضیا که تو چیزای افراط میکنن، زیاده روی میکنن، میپرسم همیشه به خودتون اینو بگید، آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این شکلی بودن؟ اینجور رفتار میکردن؟ آیا موی سرشون، صورتشون، لباسشون این شکلی بود؟ آیا رفتارشون با خانوادهشون اینطوری بود؟ آیا ارتباطشون با مردم اینطور بود؟ بنابراین اگه کسی بخواد جلوتر از اهل بیت را بره از بین میره، اگر کسی هم عقب رفت کنه، تفرید کنه، اونم نابود میشه. و لازم و لهم لاحق، باید ملازم بود. پس این محبت زمانی نجاتگر انسان میشه که انسان بدونه علی و آل علی علیهم السلام چجوری زندگی کردن، تا همون جوری زندگی کنه، اطاعت محض. از موی سر تا ناخون پا، همسایه، پدر و مادر، قوم و خویش، زن، مرد، جوان، پیر، همش بیان شده. لحظه لحظه های زندگیمون بیان شده. اگر شما یه دونه مسئله پیدا کردید که حکمش در شرع مقدس بیان نشده باشه، هر چی بخواید جایزه دارید. نرید یه مسئله پیدا کنید که تازه تو کهکشان ها پیدا شده ها، نه، اونم علما میشینن حکمش رو از کبراش در میارن به شما میگن. اما تمام مسائلی که نیاز بشر هست بیان شده. دیروزم مثال بیمه رو زدم، کبرای کلیشو گفتن، وقتی اتفاق افتاد حکمو بیرون میکشن.
این دل که جایگاه این محبته، اگر محبت انسان رو به متابعت کشید انسان سعادتمند میشه. چرا ما نیاز به اهل بیت داریم؟ چرا ما محتاج این مجالسیم؟ برای خاطر این که وقتی دل جایگاه هر دوتا شد، یه جنگ عجیبی صورت میگیره. تو این جنگ چیکار باید کرد؟ یه نمونه عرض کنم که از این نمونه ها هزاران هزار هست و ده هاش هم خود شماها بلد هستید. او پیرمردی که تو بازار نجف فهمیدن یه عده‌ای که به چشم برهم زدنی میره کربلا و بر میگرده تیل عرض میکنه، گفتن بذار امتحانش کنیم تا مطمئن بشیم. یه نامه بهش دادن، گفتن آقا شما کربلا میری شب جمعه؟ گفت انشالله. این نامه رو برسون دست رفیق ما در کربلا فلان مغازه. وقتی مغازه‌شو بس از دروازه نجف بیرون رفت، مثلا ساعت 2 بعد از ظهر بود، حفظ کردن رفتن کربلا پیش رفیقشون، نامه کی به دست تو رسید؟ حوالی ساعت 2:03 2:05. فهمیدن که این حاجی پالوندوز به قدری مقام پیدا کرده که تیل عرض بلده. اومدن در مغازه‌اش ریختن، گفتن جای انکار نیست، ما تو رو امتحان کردیم، برای ما ثابت شد که تو تیل عرض بلدی. به یه چشم به هم زدن این مسافتی که یکی 2 ساعت طول میکشه شما رفتی و برگشتی، به ما یاد بده چجوری تونستی این کار رو انجام بدی. جواب داد شما خجالت نمیکشید؟ در مغازه من اومدید، منو امتحان میکنید، میخواید بفهمید از کجا این قدرت نصیب من شده؟ اشاره کرد به حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت هر چی میخواید از اینجاست، هر چی که نیاز شماست منبعش امیرالمومنینه. شما میاد از من سوال میکنید؟ از حضرتش بخواید. روح اگر بدن آزار دید، شکنجه دید، ناملایمات روزگار رو دید، قوی میشه. اگر تو این جنگ گفت یلا دیگه خسته شدم، هر جا دلت میخواد پا برو، گوش بشنو، زبون بگو، شکم بخور، من چیکار دارم به خانواده، راضی باشن از من یا راضی نباشن، من از اولادم خسته شدم. اگر قرار شد انسان ناملایمات رو تحمل نکنه، بدنش کشش نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ روح ضعیف میشه. یه تقابل بسیار قوی و جالب بین روح و بدنه، و این قانون تقابل اینه که هرچی بدن بیشتر آزار ببینه روح قوی تر میشه، و هرچی بدن بیشتر آزادی ببینه روح ضعیف تر میشه. تمام کسانی که راه باطل رو اختیار کردن تو این جنگ کسانی هستن که خواسته های بدنشون رو به مرور زمان انجام دادن، روح ضعیف شد، دیگه محبت از کارایی افتاد. بله انسان تعجب میکنه، خدایا اینی که تا دیروز هیئتی بود چرا اینطور شده؟ اینی که تا دیروز چشماش پر از عشق بود برای امام حسین چرا توفیق عشق ازش گرفتن؟ آقا سرش اینه، سرش اینه که کم کم خواسته های بدنش رو اجابت کرد. یعنی چی؟ یعنی موی سر خدا داده، برای زیبایی هم داده، خصوصا تو زنان. اما همین مویی که خدا داده برای زیبایی، براش هم قوانین گذاشته. به حدش بهش توجه کن، شرایطش رو رعایت کن. آقا پسری که به مواش زیاد از حد برسه، این کم کم روحش ضعیف میشه. چه اشکال داره؟ اشکالش بعد معلوم میشه. خانمی که نمیتونه موشو بپوشونه، عادت کرده، سختشه، ولو نمیخواد به مردم نشون بده، اما طبعا از مخفی کردن موهاش میگه من نیم ساعت یه ساعت این موها رو درست کردم، اگه بپوشونمش خراب میشه، اگه این روسری رو، اگه این مقنعه رو، اگر براش موش مهمه. اگر کسی به مرور زمان خواسته های چشم رو در اختیارش قرار داد، قرار شد جاهایی که نباید بره بره، روحش ضعیف میشه.
روایت داریم یه دسته ای از شیاطین مأموریتشون اینه، تنها وسیله ای تو بدن ما از احساسات که قفل نداره گوشه، ولی میتونه انسان فکر رو از اون جریان منحرف کنه، دقت نکنه. اگر گوش انسان موسیقی بشنوه، غنا بشنوه، ترانه گوش کنه، این گوش که وسیله است برای دل، به مرور زمان دل را یه جوری میکنه که از تمام بدن که فرماندهش دله غیرت رو میبره. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی دیگه داره میبینه مردم دارن به دخترش نگاه میکنن، براش مهم نیست، بهش خبر میدن که دختر شما، پسر شما ارتباط برقرار کرده، یه ارتباطی که شرعی نیست، خیلی براش مهم نیست. اگر قدیمی ها ضرب المثل غیرت بودن، یه علتش این بود که رادیو نبود، تلویزیون نبود، این سر و صداها نبود. اگه کسی میخواست ساز و آوازی بشنوه، یه جاهایی بود که همه دسترسی نداشتن. این سبب شده بود که انسان ها لااقل تو مسئله غیرت، ولو خیلی مسلمون هم نبود اما غیرتی بود. اما الان همه، حتی اونایی که خیلی مسلمونن، اهل نماز شبن، نماز جماعتشون ترک نمیشه، تسبیح به دستشونه، لبشون ذکر میگه، اما غیرت ها اومده پایین، چون دو تا چهارتا است. گوش اگر شنید، دل ضعیف میشه، دل که ضعیف شد فرمان غیرت به اعضای بدن نمیده. زبون اگر رها شد، با اینکه دو تا قفل داره و گفتیم، انسان هر چی از دهانش در اومد گفت، تأمل نکرد. بعضی از اصحاب پیغمبر بودن، یه سنگریزه میشستن میذاشتن تو دهانشون، تو این فرصتی که میخوانی سنگریزه رو در بیارن فکر میکردن خدایا این حرفو بزنم. البته بشورن تو روایت نیست، مسئلهش اینه، چون خوردن خاک حرومه ولو یه ذره، مگر دیگه مثل خاکی که توی چند تن آرد قاطی شده که اصلا خاک بهش نمیگن، اما خاکی که شما تو سبزی میبینید، لای نون میبینید، اگر انسان بخوردش عمدن این حرامه، جز صربت امام حسین، یه نوک سوزن و قصد شفا. بنابراین میگم این سنگار حتما میشستن که خاکی نباشه، میذاشتن دهانشون، هر وقت میخواستن صحبت کنن این سنگو باید در میآوردن. تو این چند لحظه فکر میکردن خدایا این حرفو بزنیم تو راضی هستی؟ حرف خداییه، دل کسی نمیشکنه، غیبت نیست، تهمت نیست، جای خرابی به بار نمیاره، اصلا از این حرفا گذشتیم، هیچ ضرری نداره. نفع داره؟ گاهی اوقات خیلی حرفای ما نفع نداره ولو ضرر هم نداره. غیبتی گناهی چیزی نیست. روایت داریم حرفایی که میزنید دوتا ملک مینویسن. دقت کنید چی املا میگید که این دوتا ملک بنویسن، چون روزی هر چی املا شده تقدیم شما میکنن. خدایا نشه روز قیامت نگاه کنم پر شده از حرفایی که هیچ قیمتی نداره. خدا میگه من این زبونو بهت دادم، اگه به جای این همه حرف که اگر جمع کنم برات چند هزار ساعت میشه ذکر گفته بودی، فقط سبحان الله گفته بودی، جاد اونجا بود. حالا میشه حالا تو بهشتی، اما جاد اونجا بود، چقدر آدم قصه میخوره. لذا این اصحاب وقتی میخواستن حرف دنیایی بزنن فکر میکردن. روایت داریم خدا روز قیامت زبونو بیشتر از همه اعضا عذاب میکنه. زبون میگه خدایا همه بدن گناه کردن، چرا منو بیشتر عذاب میکنی؟ میفرماد چون تو یه حرکت کردی یه عالمو به آتیش زدی. گاهی اوقات با یه کلمه یه مادر یه خانواده رو بعد از 20 سال زندگی به هم میزنه. گاهی اوقات یه کلمه آبروی انسانی رو میبره. بابا حتی اگه یه چیزی با چشمادم دیدی بگو اشتباه کردم. آبروی آدم‌ها خیلی مهمتر از اون اتفاقاتیه که شما میبینید. انسان کنترلش کنه. به عزت و جلالم تو رو عذاب میدم، به عذابی که هیچ قسمتی از بدن رو عذاب نکرده باشم، چون تو با حرکت دنیا رو از بین بردی. زبونه که میگه، متوکل گفت از اولاد پیغمبر نباید کسی رو زمین باقی بمونه، حتی اگه شک کردید یکی سیده بگیریدش بذاریدش توی این ستونای قصر. خدا میدونه چقدر از سادات و زنده زنده تو ستون گذاشتن، قصر رو ساختن رفت بالا. این زبون چیکار؟ روایت داره زبون با بدن هر روز با هم حرف میزنن. اعضای بدن به زبون میگن تو رو خدا ما رو از شر خودت حفظ کن. چطور؟ چون شما وقتی یه حرفی میزنید تو اجتماع، یه حرفی میزنید که طرف بدش میاد، دعوا میشه. حوصله هم که دیگه همه شده پوست کاغذی، با چهار تا کلمه دست به یخه میشن.
عجیبه، آدم یه مقداری کشورها رو که بگرده که از چیزایی که تو فرهنگ ها میبینه اینه. بعضی جاها خیلی که عصبانی میشن اخ میکنن، بعضی جاها خیلی خیلی عصبانی که میشن داد میزنن، بعضی جاها خیلی عصبانی که میشن دوتا فوشم میدن. ای زبون، تو دعوا که میشه جات امن و امانه، هرچی بلاست سر ما میاد. همیشه هم وقتی پیش تو هم بیمارستان نزدیک منزل دیدم یه جوون خیلی قوی اومده بود، دستشو تو بغلش گرفته بود، شور شور خون میره، قطع شده بود، به یه ذره پوستاش بند بود، زبونه حرف میزنه، به قول خودشون فوش ناموس میده، این غیرتی میشه، دست به یخه میشن، دعوا میکنن، چه و چه، این دست بدبخت گرفتار میشه، این پای بدبخت میشکنه، چشه کور میشه، خود زبونه همیشه سالمه. زبون ما رو از شر خودت حفظ کن. اگه کسی نتونه زبونش رو کنترل کنه، بگه من نمیتونم. یه آقایی بود از شخصیت‌های بزرگ، حالا بیشتر توضیح ندم، که اگر زبونش رو میتونست کنترل کنه الان هممون اسمشو بلد بودیم، از بس قوی بود در علم، خیلی اعجوبه بوده، اما زبونش رو نمیتونست کنترل کنه. در چی؟ در شوخی. خیلی شوخی میکرده. طبعا آدم هم که زیاد مزاح میکنن، شوخی میکنن، شوخی یه مقدار از مرزش رد میشه، یه مقدار شوخی های حساس میشه، خصوصا جامعه ما که یه جامعه پر درد و رنجه و طبع ما که یه طبع حساس و عاطفیه، توش مثال و شوخی و اینا زیاده. رفت و حرم امیرالمومنین گفت یا علی کمکم کن، عهد میکنم دیگه شوخی نکنم، دیگه به کسی متلک نندازم. از حرم امیرالمومنین اومد بیرون، قوی تصمیم گرفته بود، به اولی رسید، اومد یه چیز بهش بگه، جلو خودشو گرفت، سومی، چهارمی، هفتمی، گفت دارم میمیرم، من نمیتونم حرف نزنم، من باید به مردم چیز بگم، من باید بخندم، من باید بخندونم، اگه نگم یه چیزی دق میکنم، حفظ جون واجبه. شروع کرد به مطلق گفتن. بعضیا نمیتونن زبونشون رو کنترل کنن. اگر کار به نمیتونم رسید، او فرماندهه که زبون به اذن او حرکت میکنه، ضعیف میشه. وقتی ضعیف شد چه اتفاقی میفته؟ عرض میکنه. حس لامسه، پا، شکم. انسان یه چیزایی رو دوست داره. شما پول تو جیبت هست، از کنار یک غذا فروشی، مغازه آجیلی، نمیدونم غذای فلان، خیلی غذای مرفه، حالا نمیدونم اینجا خیلی غذایی که دوست دارن چیه، همین، بله، از کنار یه مغازه رد شد، اون غذایی که خیلی محبوبشه بوشم میومد، جمعیت هم نشستن دارن میخورن و میتونه بخره. اگر خرید، نگفتم حروما، حلال، اگه خرید، هرچی معدش گفت گفت بفرما، کم کم اون مرکز فرماندهی ضعیف میشه. بابا محبت هست، جایی نرفته، اما زیاد رسیدن به خواسته های جسم کم کم مرکز فرماندهی رو ضعیف میکنه. نتیجهش چی میشه؟ دیگه خیلی وقتتون رو نگیرم. نتیجهش این میشه که به مرور زمان انسان دیگه وقتی میخواد فرمان مثبت، به قول امروزی ها، یه انرژی مثبت بگیره، میبینه دیگه باتریش پت پت میکنه، دیگه نمیتونه تصمیم های قوی بگیره، نمیتونه کارهای بزرگ بکنه. لذا اینایی که میخوان مواد ترک کنن، خدا انشاءالله همه مؤمنین رو از شرش حفظ کنه، بهترین راهش رو دیدن تلقینه. اول یه مقدار به سختی سعی کنه کم کنه، بذاره کنار، بعد شروع کنه تو این جلساتی که دور هم میشینن، من جلساتشون رو رفتم دیدم، فقط و فقط به هم انرژی مثبت میدن، تلقین میکنن، من 2 روز متولد شدم، من 5 روز متولد شدم، من 5 ساله، من 12 ساله، ای پس تا 12 سالم میشه، پس تا 18 سالم میشه، من 18 سالمه، طرف 90 سالشه میگه من 18 سالمه، 18 سال متولد شدم، یعنی از روزی که گذاشتم این مواد رو کنار، میگه من الان بعد از 18 سال ترک، اگر این تلقین و این نیرو نباشه ممکنه دوباره گرفتار بشم، نیاز دارم که هی به خودم این مسئله رو یادآوری کنم. اگه انسان یه لحظه از اون مرکز فرماندهی غافل بشه، لذت‌های بدن رو در اختیارش قرار بده، قانون تقابل روح و جسم میگه روحت ضعیف میشه. روح وقتی ضعیف شد، یکی از آثارش اینه، انسان در اندک مشکل به بنبست میرسه. وقتی هم به بنبست رسید دیگه نمیبینیش تو مجالس. اینی که انسانها را ولو با گناه به مجالس میکشه، به دعای کمیل میکشه، امیده.
اگه امید از بین رفت دیگه هیچی. اینایی که میرن شیطون پرست میشن، اینایی که خودکشی میکنن، اینایی که اگه یه جا خواستگاری رفتن جواب نشنیدن از همه دنیا میبرن، کسانی هستن که به موهاشون خیلی میرسن، کسایی هن که یه عالم خرج لوازم آرایششون میکنن. تو یکی از کشورها که اسمشون نمیبرم دیدم خیلی مردمش از نظر عاطفی ضعیف و حساسن، یعنی خدا نکنه به یه بنبستی بخورن زود شکسته میشن. بررسی کردم دیدم یکی از علتاش اینه که خیلی به خودشون میرسن. اون روز حالش بده، چرا؟ میگه از خونه که در اومدم حواسم نبود، کفشم و واکس نزده بودم. اون روز ناراحته، چرا؟ چون وقتی بیرون اومد پیرنش این قسمتش دو تا اتو خورده بود، دو تا خط بود به جای خط. باور کنید سردرد میگیره. $300 فقط هر یه خانمی خرج لوازم آرایش ماهونشه. البته این قیمت که دارم میگم مال 10-15 سال پیش بود، حالا دیگه نمیدونم با تورم چقدر شده. هر یه دونه شون $300 فقط لوازم آرایش مصرف میکنه. وقت چی میشه؟ وقتی به یه بنبست خورد میگه دیگه تمام شد، دیگه دنیا به آخر رسید. چی کار کنیم؟ کم کم رو اون جنبش تلاش کنیم، بگیم خدایا این مو رو دادی برای زیبایی، به اندازه که مستحب چشم مرتبش میکنم. خدایا این صورت رو دادی خانم، خدا این مو بهت داده که چیکارش کنی؟ به اهلش نشون بدی نه به نااهلش. اگر کنار اون غذا فروشی رد شدی پولش هم بود حلالم بود نخورد، انسان اجتناب کرد از حلالها چه برسه به حرامها، روح قوی میشه. وقتی روح قوی شد این مرکز فرمانده خیلی آسون انسان میتونه مقابل تمام حمله های اون 4 دسته دشمن بیسته. خیلی راحت انسان انقدر قبطه میخوره به بعضیا که به چه راحتی از کنار گناه های سخت میگذرن. همه چی براش فراهمه، جوونم هست، از کنار گناه رد میشه. خدایا این چه قوتی بهش دادی؟ یه دفعه نشده، کار کرده، هر جا تونسته مقابل لذت‌های بدنش ایستادگی کرده. اینایی که شما نگاه میکنید مثلا مرتضای هندی کارهای عجیب میکنن، نمیدونم بزرگان شیوخ بعضی از فرقه ها و صوفیه و دراویش اینایی کارهای عجیب میکنن، بر اساس همین قانونه. به بدنشون سختی میدن روح قوی میشه، روح که قوی شد اصلا میتونه تصرف تو عالم بکنه. با این دستش، با این نگاهش درون شما رو میبینه، یه چیزایی میبینه که دیگران نمیبینن. این خاصیت تقابل جسم و روحه. لازم هم نیست آدم مؤمن و متدین باشه. مرکز فرماندهی رو علی حال قوی میکنه. بس همه امشب اینا رو همه گفتم تا شما جوونید. امشب هم جلسه مال جووناست. اگر شما میبینید علی اکبر امام حسین اگر خواستی کار برات میکنه، گره باز میکنه از زندگیت، هیچ چیز عجیبی نیست. اگر انسان نگاه میکنه، خب یه مرد نصرانی اومد گفت اومدم مسلمان بشم تو مدینه بعد از شهادت رسول الله. گفتن کجا میری تو مسجد؟ تو نصرانی هستی نمیشه بری. گفت اومدم مسلمان بشم، کو رسول الله؟ گفتن از دنیا رفته، خیلی وقت از دنیا رفته. گفت من خیلی سال پیش اومدم تو جوونی های پیغمبر، اما لیاقت نداشتم اون زمان اسلام بپذیرم، حالا فهمیدم حق با شماست، چی کار کنم؟ گفتن پسرش هست، فرزند دخترش حسین ابن علی هست، برو در خونه او. پیداست واسطه ها اهل بودن، آوردنش در خونه امام حسین علیه السلام. مرد نصرانی نشست، گفت اومده بودم اگر پیغمبر رو دیدم به دستش مسلمون بشم. امام حسین فرمودن اگر پیغمبر رو ببینی میشناسی؟ گفت بله که میشناسم، چهرش یادمه. فرمودن برید به پسرم علی بگید بیاد. علی اکبر تو سن نوجوانی اومدن نشستن، نقاب رو صورتشون بود. فرمودن پسرم نقاب رو بردار. خب طبعا اون مرد نصرانی پیغمبر رو در سن بالا دیده، اما شمایل خلقن خلقن منطقن حتی تون صدا، نقابو که برداشتن سلامی بر رد و بدل شد، دیدن این بنده خدا افتاد از هوش رفت. به هوشش آوردن، گفتن مرد نصرانی چه اتفاق افتاد؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
به خدا این همین چهره ایست که من از پیغمبر دیدم. امام حسین فرمودن اگه خدا یه همچی پسری بهت بده، زخم بی بدنش وارد بشه، یه روز بیای بینی از بدنش داره خون میاد، چه حالی به دست میده؟ گفت آقا به خدا میمیرم، من نمیدونم چه شمائلی علی اکبر داشته. گفتم قانون تقابل جسم و روح، هرچی بدن بیشتر آزار ببینه روح قوی تر میشه، روح اگه قوی شد تو عالم تصرف میکنه. شنیدید علی اکبر 200 نفر از دشمن رو به جهنم فرستاد؟ شنیدید بدن علی اکبر چی شد؟ شنیدید قصه عطششو؟ از امروز آب رو بستن، از امروز صدای گریه های بچه ها بلند شد. تو هوای گرم آدم چقدر میتونه تحمل کنه؟ نیم ساعت، یه ساعت. بچه ها که نمیتونن تحمل کنن، تشنه میشن. قمر بنی هاشم، علی اکبر میرفتن آب میوردن گاه و گاهی و بر میگشتن. حسین جان اگه خدای همچین عزیزی به من بده، یه زخم به بدنش بیفته میمیرم. یه شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا جان لذت بخشترین لحظه برای یک انسان تو دنیا کیه؟ فرمودن دنیا جا لذت نیست، همش سختیه. آقا اگه باشه کیه؟ فرمود یه جوون داشته باشی با کمال، با ادب، دوست داشتنی، زیبا، شب دامادی تو لباس دومادی که میبینیش لذت میبری، درسته؟ فوراً پرسید آقا ابن رسول الله سخت‌ترین لحظه برای انسان تو عمرش کیه؟ حضرت فرمودن اگر همون جوان با کمال، با ادب، زیبا جلو چشم پدر جان بده. بعد امام صادق شروع کردن به گریه کردن. آقا چرا گریه میکنید؟ فرمودن یادم اومد از جدم حسین، اون لحظه‌ای که جوانش رو میفرستاد طرف میدان. عمر سعد داری نسلمو ازم میگیری، خدا نسلتو ازت بگیره. خدایا تو شاهد باش، کسی رو دارم میفرستم که اشبه الناس به رسول الله است. اول جوانی که از بنی هاشم رفت علی اکبر بود. اگه انسان بخواد بدونه چه قوقایی میتونه علی اکبر و توسل به او بکنه، با همین حرفا معلوم میشه هرچی بدن بیشتر آزار ببینه کارایی روح بیشتر میشه. چه روحی تو کالبد علی اکبره و چه کار خواهد کرد؟ چون بدنش از یک ذره سلامت در امان نبود، تو مقاتل داره قطعوه به سیوف اربن اربا، ترجمه فارسیش اینه یک قطعه از بدنش سالم از ضربه شمشیر نموند. لذا تو بعضی از مقاتل داره قبل از امام حسین یه خانمی کنار این بدن رسید. چرا؟ خودش رو این بدن انداخت، یک دفعه امام حسین با این بدن برخورد نکن. حالا امام حسین دارن عزیزشون رو با دست خودشون روانه میدان میکنن. رفتن جنگ نمایانی کردن برگشتن. ابه العطش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی. فارسیش اینه بابا خسته شدم. آخه جوان با کمال اشبه الناس به رسول الله میدونستن که تو خیمه ها آب نیست، چرا برگشتن؟ بعضی از اهل ذوق گفتن علتش اینه های جوونا، علی اکبر با معرفت امام شناس میدونه امام حسین پدر عزیزش تمام دلبستگیش به این جوونه. آی خدا هر وقت دلم تنگ جدم رسول الله میشه به چهرش نگاه میکنم. حالا امام حسین نمیتونه نگاهشو ببره، همینجور هی داره تو میدون نگاه میکنه. خواهرم زینب پاشو ببین علی چیکار داره میکنه. برگشت بابا خسته شدم. یعنی نگاه نکن، نگاهت از من ببر تا جرأت کنم رو زمین بیفتم، چون اگه تو نگاه هم کنی رو زمین بیفتم میترسم جان بدی. بابا تو نمیتونی ببینی شمشیرا بالا میاد رو بدن من پایین میاد. حضرت هم دهانشون رو باز کردن، یعنی پسرم ببین من از تو تشنه‌ترم، یعنی برو دیگه نگاهت نمی کنم. یه وقتم صدا از میدان بلند شد، ابه علیک من السلام هذا جدی رسول الله،
قد سقاني بكأس الأوفا. يعني بابا قصه آتشمو نخور، الان رسول الله منو سیراب کرد. بعضیا نوشتن وقتی آقا رسید دید منظره عجیبی است، یک طرف جوانش لبخند میگزنه، یک طرف اشک میریزه. چی میبینی بابا؟ بابا این طرف رسول الله ظرف آب به دست گرفته. بیا عزیز دلم به بابات حسینم بگو بیاد، ما منتظرتیم. اما این طرف مادرم زهرا است. چرا اشک میریزه؟ نگاه به چشمات میکنه، داری زخمای منو میبینی بیبی، میترزه کنار بدنم جان بدی. تنها بدنی که آقا نتونست به قیمه ها بیاره تنها. صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را. خدا به مقام علی اکبر، به مظلومیت علی اکبر، به بدن قطع قطع شده ی علی اکبر، عجل ولی کل فرج. خدا به مظلومیت حسین، به عشق حسین پشت فرزندش، عجل ولی کل فرج.